جلسه صدام از آموزش افتر افکت رو شروع میکنیم. یه ویدیو دارم اینجا کلیک میکنم، درگ میکنم اینجا، رها میکنم. افکت اولی که امشب میخوایم در مورد صحبت کنیم تایم دیسپلیسمنت هست. کلیک میکنم، درگ میکنم اینجا، رها میکنم. احتیاج به یک مپ دارم که اینجا معرفی کنم. رایت کلیک میکنم، نیو سالید. رنگش مهم نیست. یه رمپ سرچ میکنم تا گرادینت رمپ بیاد، کلیک میکنم، درگ میکنم اینجا رها میکنم. حالا میارمش لایه پایین میذارمش چون کاری باهاش ندارم، فقط میخوام اینجا معرفیش کنم. اینجا باز میکنم و سالیدم رو معرفی میکنم. بعد باید افکت ان ماسک معرفی کنم چون که ما یک افکت تعریف کردیم روی سالیدمون. حالا این عدد رو من اگر تغییر بدم، ببینید یکم چه اتفاقی میفته. این قسمت رو میبینید، اینجا رو ببینید، اینجا داره یکم چین حرکتی انجام میده. برم و یه کاری کنم، این سواب کالر بزنم، رنگ عوض شه. الان دوباره برم تو لایه بالایی، حالا این عدد عوض کنم. الان ببینید بالا حرکت میکنه، بالا رو ببینید، الان بالا داره تغییر میکنه. کاری که این افکت انجام میده، یک مپ از ما میگیره، یه لایه از ما میگیره، طبق اون لایه زمان رو تغییر میده. یعنی اگر دقت کنید الان این قسمت یه مقدار چند فریم میره جلوتر. چرا؟ چون که سفیده. حالا من یه کار دیگه میخوام بکنم، این مشکی رو میخوام بیارم بذارم اینجا و سفید رو بیارم اینجا. الان سمت چپ مشکیه، سمت راست سفیده. برم تو لایه بالا، الان دقت کنید این عدد وقتی جا به جا میکنم، سمت راست داره تغییر میکنه و سمت چپ مونده. سمت راست سفیده، پس سفید چند فریم جلوتره. حالا روی این لایه سواپ میزنم، جا به جا میکنم. الان قاعدتا باید سمت چپ جلوتر باشه. چراغش روشن میکنم، میام اینجا و الان بله، نگاه کنید سمت چپ الان جلوتر چند فریم. حالا بسته به رنگمون داره، من اینجا چون یه گرادینت دارم این به مرور رنگش تغییر میکنه و برای همینه که شما اینجا توی تصویر یک خمیدگی میبینید. چون همینطور این مثلا اگر یکیش 10 فریم باشه، بعدش 9 فریمه، بعدش 8 فریمه، بعدش 6 فریمه، بر همین خورده خورده این حرکت انجام میپذیره. و حالا اگر من یه مقدار جابجا کنم و بعد سیتی ها یا جلو ببرم، میبینید اصلا یه حرکت موجی ایجاد میکنه. ببینید همچین حرکت خیلی جالبی برای ما ایجاد کرد. ولی کار دیگه هم میتونم بکنم. رایت کلیک میکنم، نیو، یه دونه سالید میارم سفید، این بیرون کلیک میکنم با این ابزار، اینجا کلیک میکنم و این قسمت رو مشکی میکنم. این لایه رو با این لایه انتخاب میکنم، رایت کلیک میکنم و پریکامپوز میکنم که یک لایه بشن. چراغش هم خاموش میکنم چون نمیخوام ببینمش. از اینجا حالا میام و این پریکامپوزم رو انتخاب میکنم. الان دقت کنید وقتی این عدد رو زیاد میکنم الان میشکنه، یعنی اون قسمتی که سفیده الان ببینید این قسمت سفیده دیگه. پس این قسمت رو ما میتونیم از نظر زمانی هر مقداری که بخوایم جلو بندازیم و میبینید اون قسمت چون مشکی سر جای خودش میمونه. حالا بعد اگر سیتی رو جلو ببرم، میبینید که یه همچین اتفاقی میفته و به جای اینکه به مرور این حرکت انجام بشه و یک موج ایجاد کنه، یه شکستگی ایجاد میکنه. دقیقا انگار دو تا فیلم داریم با تفاوت زمانی. پس شما میتونید توسط یک مپی که بهش میدید در لایه دومی که خودتون میسازید، هر قسمت از تصویرتون رو که خواستید، هر مدت زمانی که خواستید عقب و جلو کنید. همه رو دیلیت کردم، یه دونه کامپوزیشن میسازم 1920x80، یه دونه تکست میارم، اسممو مینویسم، میارم میذارمش این پایین. یه دونه تکست دیگه هم میارم، فامیلمو مینویسم، اینم یه ذره میارم پایین تر. و حالا توسط این ابزار این بیرون رو کلیک میکنم و یه دونه مستطیل اینجا رسم میکنم. قبلا خوندیم
این گلشنی رو من اگر این قسمت رو باز کنم میتونم آلفا متش کنم، و الان توسط این ابزار وقتی وارد این منطقه میشه فقط نشون داده میشه، ولی من نمیتونم این منطقه رو هم برای شهنام معرفی کنم، چون هر لایه فقط متش میتونه لایه بالای خودش باشه و من وقتی شهنامو باز کنم اینجا دیگه شب لایه رو به من نمیده. خب چیکار کنیم اگر بخوام چندین آبجکت رو به یک منطقه ببندیم؟ خب اینو من از این حالت خارجش کنم. یک افکتی داریم به نام ستمت. من ستمت رو میارم و روی گلشنی اعمال میکنم. حالا اینجا بهش میگم شیپ لایر یک. پس فقط داخل شیپ لایر یک نشونش میده، اگر بیام بیرون دیگه نشون نمیده. حالا در مورد شهنام هم میتونم همین کار رو کنم. ستمت رو میتونم ببرم روی شهنام هم اعمال کنم. حالا من شهنام هم اگر این قسمت رو باز کنم بگم شیپ لایر یک متش باشه دیگه بیرون نشونش نمیده، باید بیاد تو. و البته این ستمت خواص کامل رو داره، یعنی من میتونم اینورت کنم مثل آلفا اینورت بود، حتی اگر خواستم میتونم باز کنم، لومیننس هم داشت، این هم لومیننس داره. و فقط تفاوتش اینه که شما میتونید یک منطقه رو مشخص کنید و چندین لایه رو به وسیله اون به انواع مختلف مت کنید. فقط دقت کنید که اون لایه رو خاموشش کنید، اگر روشن باشه با مشکل مواجه میشید. اون کامپوزیشن رو دیلیت کردم، یه ویدیو دارم، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم، رایت کلیک میکنم، نیو، یه دونه تکستم میارم، مینویسم شهنام روش و یه کنترل دی روی این ویدیو میزنم و یکی از لایه ها رو میارم قرار میدم بالا. الان افکت بعدیمون سرچش میکنم، اکسترکت هست، اکسترکت رو کلیک میکنم، درگ میکنم روی لایه بالاییم، رهاش میکنم. الان دقت بفرمایید، این وایت پوینت رو من شروع میکنم به کم کردن، کم میکنم آروم آروم، یواش یواش. میبینی شهنام داره میاد، شهنام اومد. حالا اگر ببرمش جلو یه مقدار یه مشکلاتی داره، شاید بتونید با این عدد و یا با بقیه اعداد بهترش کنید. الان با همینم بد نشد ولی باز یه مقدار ایراد داره. یه کاری بهتر میتونم بکنم، اینو من بازش میکنم و ما اینجا بلو داریم، آسمونمونم آبیه، بلو رو انتخاب میکنیم. ببین اصلا درست شد. حالا اگر میبینید اینجا ایراد داره دوباره این عدد رو یه مقدار تغییر بدید تا اینکه به نظر من خوب شد. حالا دقت کنید این چی کار کرد؟ من این لایه رو خاموش کنم، این آبی رو حذف کرد. اینه میمونه که از کیلایت استفاده کردید، فقط دستتون بازه به غیر از لومیننس و آلفا از سه رنگ دیگه هم میتونید استفاده کنید. اون کامپوزیشن هم دیلیت کردم، یه دونه کامپوزیشن میسازم 1920x80. اوکی، رایت کلیک میکنم، نیو، یه دونه تکست مینویسم GL و میارم میذارمش حدوداً وسط. افکت بعدی که میخوایم در مورد صحبت کنیم وگاسه. کلیک میکنم، درگ میکنم روش، رها میکنم. از این بالا نگاه کنیم. اول این ایمیج رو میتونیم انتخاب کنیم یا یه دونه ماسک یا پد. من میتونم یه قسمتی از اینو ماسک کنم و این افکت روی اون قسمت اعمال کنم. حالا ما روی همش میخوایم اعمال کنیم. شما اگر یه ویدیو داشتید یه قسمتش رو می‌خواستید این افکت رو اعمال کنید، ماسکش کنید، مشکل نداره. حالا اینجا دوباره یه ایمیج کنترل داره، اینجا دوباره از شما یه لایه میگیره که میتونید یه لایه بهش بدید، اون وقت میاد این افکت روی اون لایه اعمال میکنه. پس این هم از این. حالا این قسمت رو خدمتتون عرض بکنم، اینجا یه قسمت رندرینگ داره، من وقتی بازش کنم یه ترانسپرنس داره، اینجا من باید ترانسپرنت رو اعمال کنم تا اینکه بتونم افکتمو ببینم. دقت بفرمایید، اینو روی یک شیپ هم میتونید بذارید و فرقی نداره. من حالا جی ال نوشتم، شما اگه لوگوتون هم بیارید اینجا قرار بدید، وقتی ترانسپرنتش کنید دور تا دور لوگوتون رو واسه تون به یک همچین شکل و شمایلی در میاره. ما اینجا یه قسمت رندر داریم که این رندر رو من میتونم بهش بگم که سلکت
کانتر باشه، حالا اینجا رو تا اینجا رو داشته باشید و حالا من اینجا میتونم آلتو بگیرم یک کلیک بکنم تا به هم اجازه تایپ بده و میام ویجل رو تایپ میکنم. حالا مثلا مینویسم 10 و 25. الان خروجی رو ببینید، ببینید اینا چشمک میزنن، این روشن میشه، اون یکی روشن میشه، به همین صورت. حالا این عدد هم میتونید عوض کنید. پس اگر خواستید چشمک چشمکی بشه، هی روشن خاموش بشن، میتونید از این گزینه که خدمتون عرض کردم استفاده کنید. من اینو اصلا کلا دیلیتش کنم چون نمیخوام به این حالت باشه، فقط خواستم بلد باشید، یه ریستش هم بکنم. دوباره میدونیم اینو باید باز کنیم و روی ترانسپرنت قرار بدیم. بریم گزینه‌های بعدش رو ببینیم. این از ایمیجش و بقیش سگمنت. اینجا تعداد سگمنت ها رو میتونم کم کنم. ببینید تعداد سگمنت ها زیاده، میتونم بگم مثلا تعداد سگمنت ها 4 تا باشه. ببینید تعداد سگمنت ها کم شد به هر تعدادی که شما میخواید. و دوباره طولشون هم الان میتونم کم کنم. طولشون هم ببینید میتونم زیاد کنم، میتونم کم کنم. طولشون رو مثلا یه مقدار کم میکنم. این از این. حالا این اگر بیام رو این حالت بذارم، اون حالتی که اینجا بود تمام و پوشش میداد، ولی وقتی رو این حالت بذارم یه قسمت رو فقط پوشش میده. البته میتونم بچرخونمش. چطوری؟ روتیشن داره. آلتو میگیرم، رو روتیشن کلیک میکنم و اینجا مثلا مینویسم تایم زب در 100. حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. ببینید این داره حرکت میکنه. پس این هم از این قسمتش. این هم حالا اگر کلیک کنید رندوم این کار رو واسه تون میکنه و همچنین رندوم سیدش هم میتونید تغییر بدید، اون دیگه با خودتون. در این مورد هم که صحبت کردم، این نئون رو میندازه جلو، این نئون رو میندازه پشت. این هم حالت بعدیشه که به این صورت داره نشون میده. خب برمیگردیم سر همین حالت ترانسپرنت خودمون. رنگش هم میتونیم عوض کنیم. مثلا این رنگه من میتونم بگم قرمز باشه، میتونم بگم سبز باشه که سبز نئونی هم بشه. ببینید این همچین چیزی شد. حالا من میتونم یه مقدار اینا رو کلوفترشون کنم، ببینید که بهتر پیدا بشه. اینم از این. و همچنین میتونم هاردنس یه مقدار زیاد کنم اگر خواستم. ببینید اینم از این. به غیر از این، این ببینید یه اند اوپاسیتی داره که این اند اوپاسیتی رو میتونید کم و زیاد کنید، حالا به میل خودتون. خودش رو صفر بود. یه میت پوینت هم داره که این میت پوینت رو شما میتونید جاشو با این گزینه عوض کنید و به غیر از این میتونید اوپاسیتی اونو هم با این گزینه عوض کنید. روی این میتونید افکت های دیگه مثل گلو رو به کار ببرید. همه رو پاک کردم، یه دونه کامپوزیشن میسازم 1920x1080 و این تصویر رو قرار میدم توش. رایت کلیک میکنم و از ترانسفورم فیت تو کامپش میکنم. افکت آخر امشبمون لیکویفایه که توی فوتوشاپ بهش رسیدیم. کلیک میکنم، درگ میکنم، رها میکنم روی لایه‌ام. خب یه سری ابزار داره. حالا دقت کنید، من اگر این قسمت رو باز کنم میتونم براش سایزم رو بزرگ و کوچیک کنم. من اگر این ابزار رو انتخاب کنم براشم کوچیکه. من براشم مثلا میکنم 400. الان این ابزار رو انتخاب میکنم، بهتر شد. حالا چند تا از اینا رو میگم که در جریان باشید. مثلا اینو وقتی کلیک کنیم هر جا و بکشیم بی نظمی ایجاد میکنه. ببینید به همش میریزه. یه وقتا میخواد یه تصویر رو یه قسمتایشو به هم بریزید، صورت یه نفر رو به هم بریزید، یه نقاشی رو به هم بریزید. اگر من اینو انتخاب کنم هر جا که کلیک کنم و نگه دارم موسمو، شروع میکنه به پیچوندنش. یه مقدار اینو پیچوند. حالا من اگر این یکی رو انتخاب کنم، این یکی از اون ور واسم میپیچونه. حالا اگر این یکی رو انتخاب کنم، دوباره اینو من میتونم بیارم روی این قسمت، روی این کاشی کلیک کنم، نگهش دارم، میبردش تو. دقت کردید؟ رفت تو. مثلا اگر این یکی رو انتخاب کنم، این یکی برعکسه، میاره بیرون. میام روی این کاشی کلیک میکنم، نگرش میدارم، میاردش بیرون. اینم از این. حالا بقیهش هم خودتون تست بکنید. به اضافه این که ما اینجا این امکان رو داریم که انیمیشن درست کنیم. اینجا اگر دقت کنید، من این مرکز رو دارم، روی این مرکز که کلیک کنم اینهاش، من میتونم کی فریم بدم و این مرکز رو کلیک کنم
و بعد درک کنم، جابجاش کنم. همچون که دارم جابجا میکنم، یه مقدار این تغییراتی که دادم تغییر میکنند. من از این افکت چند جور استفاده میکنم. یه جور استفادهم توسط همین ابزاره، میام آشفتگی ایجاد میکنم، حالا این ابزار انتخاب میکنم، کی فریم میدم و این نقطه رو هی جابجا میکنم تو محیطی که آشفتگی ایجاد کردم و این آشفتگی هی تو خودش میپیچه و موج درست میکنه. به غیر از این یه کار دیگه هم میتونم بکنم، میتونم یه آشفتگی مثلا ایجاد کنم و حالا فرض کنید اینجا رو یه کی فریم بهش بدم. حالا دقت کنید، سی تی آی ببرم جلو، این درصد آشفتگی رو تعیین میکنه. الان 100% آشفتگی رو میتونید ببینید. من اگر 50 کنم 50% میشه، وقتی صفرش کنم کلن دیگه آشفتگی از بین میره. ببینید، پس من میتونم یه آشفتگی به وجود بیارم، بعد به این کی فریم بدم، توی مدت زمانی از 100 به صفرش برسونم و اون آشفتگی کلن از بین ببرم.